سخنانی چند پس از فوتم در مجلس یاد بودم. دوستان بستگان و عزیزانی که به خاطر فافان یا فرزندانم در این گرد همایی حضور دارید، برای یادی که از من میکنید سپاس گذارم. اولین تقاضای من این است که این جلسه را به خوشی برگزار کنید. بگذارید مجلس یادواره من به شیرینی برگزار شود، نه به تلخی مجلس ختم. از فرزندانم خواستم که تقاضا کنند در مجلس یادواره من از پوشیدن لباس سیاه یا علائم عزا خودداری شود، مخصوصا خود فرزندانم. عزیزانم، سنت های کهن زشتی و زیبایی هایی دارد. متاسفانه ما ایرانیان در حفظ زشتی های آن راه افراط گزیده. مرگ یک انسان عزا نیست، مخصوصا کسی که مثل من عمری طولانی و فرزندانی چون فرزندان من داشته باشد. مرگ انسانی مثل من ادامه حیات در وجود بازماندگانی چون فرزندان من است. من قرار است مرثیه خوان مجلس یادواره خود باشم. مرثیه خوانان سنتی اکثرا به یک بیت شعر اتکا می کنند و سند می گیرند. میگن گرگ اجل یکایک از این گله می برد، این گله را ببین که چه آسوده می چرد. این گله را ببین که چه آسوده می چرد. نتیجه می گیرند مردم از گرگ عجل بترسیدا. بهشت و جهنم هست، بهشت و جهنم هست، بهشت و جهنم در پیشه. جهنم که حتی یک بار نمیسوزنن، میسوزنن دوباره زندت میکنن، دوباره میسوزنن، دوباره زندت میکنن، دوباره میسوزنن. عجب داستانیه. آره میگن جهنم و بهشت در پیشه. خمس بدین، زکات بدین، نذر بدین، دعا بخرین، حج برین و هزار تا خرج دیگه. خلاصه تا میتوانید پول بدین به آقایون، تا میتوانید پول بدین به اما به بسرا، تا میتوانید پول بریزی به جیبون. بله، تا میتوانید پول بدهید تا ما امام به سرهای گرگ صفت بخوریم، ما امام به سرهای گرگ صفت بخوریم و به ریش شما گوسفندان بخندیم. تا بودم چنین بوده، حتی در مورد کشیشا یا مذاهب دیگر هم همینطور. و اما من استناد به تفسیر دیگری میکنم. میگم آی انسان ها، آفرین به شما، از گرگ عجل نترسید. تا میتوانید از خود دورش کنید، تپ را گسترش دهید و عمر را طولانی تر کنید. آسوده در صلح و صفا و محبت زندگی، از زندگی لذت و بهره کافی ببرید. و دکان آخوندها و امثال اونها رو در مذاهب دیگر، در مذاهب دیگر آخوندها هستند دیگه، و امثال اونها رو در مذاهب دیگر تخته کنین دکانها رو. بله، من خرما رو خیلی دوست دارم، مخصوصا با شیپور اجدادی.
شیر پلو به پدر داد، من خیلی دوست دارم بابا خورما رو با اون بخورم. ولی وجود خورما در مجالس ترحیم که اخیرا گردو هم داخل اون میگذاشت، البته خیلی هم خوشمزه بود، ولی نمیخواهم وجود خورما مجلس یادوادنی مرا شبیه مجالس ختم بکند که من از مجالس ختم بیزارم. عرض کردم که مرگ خاتمه زندگی نیست. شراب یعنی می را جایگزین خرما خواهد، می یعنی شراب جایگزین خرما خواهد بود. می از پایه‌های اصلی بزم ما ایرانیان بوده و هنوز هم کسانی که به هر و هنوز هم هست. می از پایه‌های اصلی بزم ما ایرانیان بوده و هنوز هم هست. کسانی که به هر دلیل شراب نمی‌خورند، اگر به خاطر و به یاد من لبشان را به می تر کنند، مزید سپاس. خیلی متشکرم از اون آگهی کار. وصیت کردم به پیروی از هندوها و آگاهی به اینکه آتش زداینده هر نوع پلیدی است و ایرانیان قبل از اسلام اون رو مقدس می داشتند، تنم را بسوزانند. به این ترتیب سنت های مراسم دفن و سر خاک رفتن یا رفتن ها تنم را بسوزانم. به این ترتیب سنت ها و مراسم دفن و سر خاک رفتن ها سپری میشه. بیاد کردن تنها کافی خواهد. بیاد بکنید تنها کافیه. از هیچ کس ترحم نمی خواهم. به نظر من خدا رحمتش کند یا خدا بیامرزد زشت است. یادش به خیر زیباست. اولین جام شرابتان درود به زندگی، به زندگی خردیار و کامیاب آینده. آیدین پسر خوب و سنت شکن خانواده، دلم میخواهد به مجلس گرمی بدهی و سرزنده و شاداب مجلس را باشی. به درود از شما و درود به زندگی خردیار پربار آینده شما. به درود.